با درود به بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگین کمان، عرض کنم خدمتتون که برنامه‌ای که امروز مورد نظر من هست در ارتباط با وضعیت سیاسی و اقتصادی و حقوق بشر در ایران توضیحاتی حضورتون عرض کنم. در روزنامه‌های جمهوری اسلامی این روزها میخوانیم که ستادی بیارم از این روزنامه ها، امروز بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی باید اعتراف کنیم که عدالت را در هیچ یک از وجوه اقتصادی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی مستقر نکرده. پایان ستاد. با این توصیف از آنجا که اوضاع داخلی طبق این نوشته به گفته خود سردمداران رژیم، آن هم به خاطر تحریم ها و امکان نفروختن نفت و گرفتن در واقع این اجازه نفروختن از دولت مداران ایران، اوضاع بسیار بسیار وخیم شده است. از طرفی روحانیون طماع و دزد ثروت ملی یه مردمان ایران چه در خراسان و قم وحشت زده از آینده خود و تشیع و کل روحانیت در ایران بعد از سرنگونی رژیم ملاها در نگرانی مطلق به سر میبرن و سعی میکنند که در بیرون از این حوزه ها، یعنی در مشهد و قم، با نهضت استقلال طلبی دامن بزن و خود را از دولت و حکومت اسلامی موجود جدا معرفی کنند تا سقوط در حد بسیار بالای روحانیت و کم اعتبار شدن آنها در برابر مردم را با شیوه اینچنینی جلوگیری کنند و جلوی تهدید و کتک زدن و قتل طلبه ها را بگیرن و به این خاطر به هراس بیش از حد و وحشت روحانیت افسوده شده است و سعی می کنند که بدون عمامه و عبا و ردا در افکار عمومی ظاهر شد. یعنی بعد از 40 سال که روحانیت وقیحانه بر خر مراد اسلامشان سوار بودند و دست به هر جنایتی زدند، امروز در تلاش به گمراه کشاندن مردم با شیوه های دروغ و تزویر شدند. روحانیت باید بداند که تقاص این همه جنایت و چپاول ثروت ملی و قتل جوانان و ظلم مضاعف به نیمی از جمعیت ایران که زنان باشند را باید پس بدهد. علاوه بر این، بیکاری، گرانی و هزار موزل اجتماعی دیگر که موجب آن شدند را نیز جوابگو باشد. در دورانهای گذشته تعدادی از چهره های معروف شاعران، نویسندگان، سیاستمداران و از اقشار مختلف داوطلبانه لباس روحانیت را از تن درآوردند و عمامه و عبا را به دور انداختند که از آن جمله‌اند ملک الشعرای بهار، علی دشتی، بدیع الزمان فروزانفر که در آن زمان رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود، جعفر شهیدی، علامه قزوینی، سید ضیاء طباطبایی، علامه دهخدا، علی راسخ افشار و غیره. مافیای فساد مالی در ایران که در بیت رهبری بیتوته کرده
هم سپاهی و هم ارتشی و هم آخوند و همچنین در کلیه نهادهای اقتصادی چه در قم، مشهد، اصفهان و تهران و غیره و غیره و سایر شهرها در ید قدرت خود گرفتن، یعنی قدرت را در ید قدرت خود گرفتن. مردم از نظر آگاهی به آنجا رسیدند که دیگر دادگاه‌های نمایشی که امروز به خاطر فساد اقتصادی برپا کردند را باور ندارند و برگزاری نمایشی این دادگاه‌ها دیگر قادر نخواهد شد دردی از صدها مشکل رانتخاری و فساد اقتصادی نظام را حل کند. در کشوری که هیچ کس جز وابستگان رژیم اظهار نظر مخالف ندارند، یعنی اجازه ندارند حالا یا از ترس یا اینکه هر مسئله دیگه اظهار نظر مخالف در برابر دولت داشته باشند و اگر کوچکترین نظر مخالفی ارائه دهند آنها توسط حالا هر قشری، هر چه سیاسیش و چه اجتماعیش، چه مدنیش تحت تعقیب امنیتی و قضایی قرار میگیرند. جامعه اقتصادی و سیاسی ایران در بدترین شرایط ممکن به سر میبرد. بی‌اعتمادی و ناامیدی نسبت به بهتر شدن وضع اقتصادی در ایران همه جاگیر شده است. همه چیز گران شده، یعنی ترفندی که آخوندها به کار میبرند اول جنسی که مورد استفاده روزمره مردم است را گران میکنند چند برابر، بعد آن را با بوق و کرنا 1% ارزان میکنند و میگویند اجناس در حال ارزان شدن است و این در حالی است که فساد حکومتی عمومی و همه جاگیر شده است. رژیم جمهوری اسلامی ایران در کلیتش به خوبی دریافته که ادامه وضعیت کنونی با تحریم فروش نفت و تحریم بانک ها قادر به ادامه حیات نخواهد بود و ممکن نیست که بتواند به زندگی ننگین جمهوری اسلامی ادامه بدهد و با این توصیف به دنبال راه چاره نجات می‌گردم که با آمریکا، یعنی همان شیطان بزرگ، وارد مذاکره شده و با آنها کنار بیاید. پرسیدنی است که آیا باندهای قدرت در ایران در درون رژیم موفق خواهند شد مذاکره با آمریکا را در واقع جلوگیری کنند و یا تن به یک جنگ، یعنی نابودی ایران خواهند داد، یعنی یا اینکه فرار خواهند کرد، یعنی کشور را با آتش خواهند کشید و فرار خواهند کرد. برای اینکه اگه فردا یا چند ماه دیگه این تحریم ها ادامه پیدا بکنه، حتی قادر نخواهند بود حقوق پرسنل ارتش و سپاه رو بدن. به هر حال در ایران نه امنیت سیاسی، نه اقتصادی و نه اجتماعی امروز وجود دارد. حقوق شهروندی به طور وحشتناک و به شدت تمام توسط عوامل سرکوبگر جمهوری اسلامی سرکوب می‌شود و تحریم‌ها چنان رژیم را در تنگنا قرار داده که چاره‌ای جز رفتن به کاخ سفید و قبول دستورات ترامپ را ندارند. حالا امروز دیده شده که نامه می‌نویسند و سفیر می‌فرستند در همین
نشست گروه هفت در واقع این کار رو کردن. اما دیری نخواهد شد که یا پا به فرار بگذارن یا خود را به خدمت بزرگترین جنایتکار امروز آمریکا، یعنی جنایتکارتر از خود، خود را تسلیم کنن. یا اینکه به هر حال دیوانه بازی در بیارن و آمریکایی‌ها رو وادار کنن که در واقع ایران رو نابود کنن. از طرفی رئیس جمهور ولایت فقیه می‌بینیم که نتوانسته به وعده‌های خود عمل و به آنها تحقق ببخشد. و ما در زمان انتخابات گفتیم که این شیاد دروغگوست و بخش زیادی از مردم در آن زمان به این نتیجه رسیده بودند که آن وعده ها از سرچشمه دروغ بوده و به همین منظور آگاهانه در انتخابات قلابی شرکت نکردن. در آن زمان شنیده شد که با تمام تقلباتی که شده 15 میلیون نفر آگاهانه در انتخابات شرکت نکردن و از طرفی قسم خوردن روحانی به قرآن را هم در آن زمان این 15 میلیون نپذیرفتن و می دانستن که همه چیز باند بازی است. و هیچ گونه، یعنی دولت یا دولتی که الان سر کاره، و هیچ گونه برنامه و راه حلی برای بهبود وضع اقتصادی کشور هم نداشته و البته تحریم ها این وضع را هم به مراتب بدتر کرد. یعنی به این نتیجه می رسیم که سیاست شکست سیاست اوبامایی در قبال ایران از طرف آمریکا و سازش با آخوندها که سعی کردند ایران آخوندی تروریسم را وادار جامعه بین المللی کنند، اما ایران با دوز و کلک، با شعارهای توخالی و با شعار نابودی اسرائیل فرصت به دست آمده را با نادانی تمام از دست داد. و می‌بینیم که امروز اسرائیل با بمباران مواضع گروه‌های تروریستی مورد حمایت دولت تروریستی ایران، یعنی کلیت جمهوری اسلامی، در عراق، سوریه و لبنان سپاه پاسداران تروریست را که غرق در فساد مالی هم هست در تنگنا قرار داده و این سپاه حتی جرأت این که مقابله به مصر کند را هم ندارد. روحانی پس از 7 سال دروغگویی حالا اعتراف میکند که هیچ کار است. وضعیت دلخراش و ناهنجار اقتصادی و اجتماعی و افزایش روزافزون گرانی، بی‌عدالتی و تبعیض، پر شدن زندان‌ها از معترضین و ناراضیان زن و مرد، نفرت عمومی مردم را نسبت به کلیت حاکمیت ترور و خفقان اسلامی برانگیخته است و جهانیان از این اوضاع کاملا باخبرند. مردم اما با مقایسه زندگی خود و آخوندها و سایر دولتمداران، سپاهیان و خانه های مجلل و ماشین های ضد گلوله و اختلاس ها یه افزایش روزافزون قیمت ها روبرویند. به سادگی در میابند که همه دستندرکاران دولتی اسلامی فاسد، ناکارآمد، از قوه قضاییه، مقننه و مجریه تا نمایندگان انتصابی مجلس، آنها منافع خودشان را مد نظر دارند، یعنی
نتیجه کلی مردم این. نه منافع مردم. امروز که آخوندها و دولت آخوندی و حتی ولایت فقیه به چکنم گرفتار شدند و شعارهای تند آنها ملایم تر شده، از راه ناچاری و بدروغ از حقوق دست رفته مردم و از درد مردم سخن پراکنی میکنند در روزنامه ها و تلویزیون غیره. اما مردمان ایران به این واقعیت امروز رسیدن که کارگزاران ولایت فقیه متحدن مردم را به این فلاکت نشاندن. نه میخواهند و نه میتوانند مشکل معیشتی، سیاسی و اجتماعی جامعه را حل کنند. تنها مسئله ای که دستندرکاران فاسد نظام جمهوری اسلامی به آن به خوبی میاندیشند در ارتباط با خیزش عمومی مردم است. تا با سرکوب رژیم جنایتکار و فاسد ملاها را از خشم مردم دور نگه دارن. یعنی تنها برنامه‌ای که اینا در دستور کارشون هستن در مقابل مردم جلوگیری از خیزش عمومی و سرکوب آن میشه. اما اکثریت قاطع مردم طرفدار و خواهان آزادی های بدون قید و شرط سیاسی و اجتماعی، از جمله آزادی بیان، عقیده، قلم، تشکل، احزاب، تجمع و احتساب هست، که همه در ایران این آزادی ها ممنوع. در حقیقت کلیت رژیم جمهوری اسلامی ایران در طول زندگی ننگین خود برای اکثریت مردمان ایران از زن و مرد جز بیکاری، فقر، استثمار، تبعیض، سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام ارمغانی نداشت. اعتراض مردم ایران بیانگر این واقعیت است، چه در گذشته و چه امروز، که اکثریت آنها از شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و سرکوب حقوق بشر در ایران به سطوح آمده و یک صدا خواهان تغییر بنیادی رژیم ملاها هستند. یعنی پس از وزیر کشیدن ملاها از قدرت، مردم خواهان برقراری عدالت و محاکمه سران جمهوری اسلامی و کلیه عاملین بازداشت ها، شکنجه ها، قتل ها، دزدی ها و اختلاس ها و غیره می باشد. زمانی که دیکتاتوری عریان مذهبی حاکم بر جان و مال مردم در برابر خواست ها و اراده اکثریت مردم قرار می گیرن و هدف مردم که تغییر کلیت نظام است را با وحشیگری و متدهای جنایتکارانه با امکاناتی که و کمکی که در این ارتباط از روسیه و چین و کشورهای اروپایی که دارای منافع در ایران می باشند و چشمشون رو در مقابل در واقع سرکوب ها و در واقع زندان ها و شکنجه ها بستند، و اما در مقابل این دولت و این سپاهیان و این آخوندها مردم را از دسترسی
به بیمه های اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، مسکن مناسب، فرهنگ اصیل ایرانی، یعنی جلوگیری از حتی مثلا در ارتباط با مسئله عید و غیر و ذالک. حقوق بازنشستگی، اشتغال و تأمین معیشت انسانی در همه زمین‌ها کوتاه می‌کنند و قادر به تضمین هیچ کدام از اینها نیستند و نمی‌خواهند مردم آرامش داشته باشند، با خالی بودن در واقع خزانه کشور که آن را مصرف مشتی تروریست عرب در سوریه، عراق، لبنان و یمن و غیره کرده اند و در آینده نزدیک هم از این که هست اوضاع بدتر خواهد شد، ابایی هم ندارم. به هر حال آخوندها گفتند که قرار است، اگر قرار است ما برویم، همه چیز را با خود به سوریه و لبنان و عراق خواهیم برد، همه دیکتاتورا هم بردن، و ایران را به آتش خواهیم کشید. به هر حال در کشوری که در انتخابات ضد دموکراتیک آن رأی 4-5 میلیونی یک جنایتکار را 14 میلیون با تقلب اعلام میکنن، چه انتظاری از حقوق بشر دارید؟ تازه این جانی را در رأس قوه قضاییه گماردن تا تخت پرشی برای آینده در واقع او باشد. مردمان ایران مبارزه را برای دادخواهی و برقراری عدالت در کشور خود علیه جنایتکاران اسلامی چون خامنه ای، رئیسی و روحانی، خاتمی و امثال هم نه فراموش کردند و نه فراموش خواهند کرد و این جنایات شامل مرور زمان هم نخواهد شد. اگرچه جهان به اصطلاح متمدن اروپا از جمله دولت دستراستی فرانسه یا سایر کشورها مثل انگلیس و آلمان چشم خود را بر روی بحران‌ها و قتل‌ها و سرکوب حقوق بشر در ایران آگاهانه بستند به خاطر حفظ منافع اقتصادی و به خاطر تأمین منافع خود به حفظ و استمرار رژیم جمهوری اسلامی و ملاها مذبوحانه ادامه میدن و طرفداری از حقوق بشر توسط این دولت ها بهانه بیش نیست. اما مردم آگاهانه به کار خود ادامه میدن. در ایران امروز مردم به تنگ آمده از جور و جفای آخوندهای مزدور با تحمل سختی ها و گرفتاری های اقتصادی، اجتماعی و ناملایماتی که عوامل امنیتی رژیم برایشان درست کردند یا میبافند، هنوز برای تحقق حقوق بشر، دموکراسی، کسب آزادی و برقراری عدالت اجتماعی به طور خستگی ناپذیر در تلاشند و در حال مبارزه میباشند و همچنان برای خود و سایر اقشار اجتماعی مخالف نظری، یعنی چون در ایران مبارزه طبقاتیه دیگه، بخش‌های مختلف نظری در واقع امروز حق حیات سیاسی و حقوق برابر قائلن، یعنی برای مخالفین خودش.
از اصلاحات و امید به بهبود اصلاحات درونی اکثریت گذر کرده است. ساختار قدرت سیاسی در ایران با منتقدین خود یعنی مردم و نیروهای مخالف همچون جنایتکاران رفتار میکنن، شکنجه میکنن، زندان میکنن، اعدام میکنن، تحت تعقیب قضایی قرار میدن. در کشورهای اروپایی یه توسعه یافته و دموکرات اعتراض یعنی اعتراضات، تظاهرات، نقد و نوشتن در واقع آزاد است. این روزنامه ها هر کس میتونه روزنامه ای انتشار بده یا در تلویزیون اگر مصاحبه میکنه آزاد میتونه حرف بزنه. و مردم معترض در واقع تحت تعقیب قضایی قرار نمیگیرن. و این گونه اعمال و رفتار سیاسی در حقیقت قانوناً جرم در این کشورها محسوب نمی شود، بلکه از حقوق شهروندی سیاسی کامل و از اعتراض و مشارکت سیاسی برخوردارند. برعکس ایران، همه اینها در ایران ممنوع. با شرایطی که شرایط بسیار بغرنج و سختی که مردم در ایران علیه این رژیم در حال مبارزه هستند با این توصیف، اما با دخالتگری بیگانه مخالفند و تکلیف این معتقدن که تکلیف جمهوری اسلامی ایران را خود و با نیروی خود باید تعیین کنند و نه بیگانه و نه با بیگانه یا بعضی ها که الان دنبال این هستن که امریکایی ها بیاین کاری براشون انجام بده. پس به خوبی مردم به این نتیجه رسیدند که حقوقشان توسط آخوندها پایمال شده و می دانند که دشمن اصلی مردم ایران کلیت نظام جمهوری اسلامی است که کشور و مردم را به گروگان گرفته است 40 سال است و ثروت ملی را غارت کردند. و حتی اگر یعنی به این نتیجه رسیدند که اگر مشکل آمریکا با دولت ایران حل بشود، مشکل مردم هم با جمهوری اسلامی حل خواهد شد، یعنی به صورت سوال این به نظر من نه، به طور یقین چنین نخواهد شد و رژیم به دست توانای نیروهای مترقی، نیروهای مردمی، جوانان معترض به پایمال شدن حقوقشان توسط جمهوری اسلامی به مبارزه ادامه خواهند داد و این رژیم رو از جلو راه خودشون برخواهند داشت و سیاست های مخرب و ضد مردمی در واقع مردم ایران توسط چین و روسیه و فرانسه هم در واقع به اتی نخواهد داشت، یعنی کاری از دست اینا بر نخواهد اومد اگر مردم متحد باشند و یک صدا در واقع این رژیم رو به عقب برن. و از این رژیم عبور کنن. این روزها در خبرها شنیده شد که در اثر انفجار راکت در سمنان بیش از 500 نفر کشته شده و رژیم حتی صدایش را در نیاورد و از طرفی موج فرار ورزشکاران، خبرنگاران، کوچ جوانان، فرار زنان
ایران به خارج عادی شد. و در عوض دسته های سینه زنی و زنجیر زنی و مسخره که از دین خرافاتی اسلام نشأت گرفته در شهرهای مختلف از طرف دولت و حزب الله تدارک دیده شده که بیش از این جوانان را به کجراه دین و افکار عقب افتاده بکشانند. و این مسخره بازی رو در واقع تمام جهان از تلویزیون ها و غیره دیدن و به این نتیجه رسیدن که در ایران یک رژیم وحشی، یک رژیم جنایتکار و یک رژیم ضد مردمی در واقع بر سر قدرت. و می دانند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه در اختیار فرمان سپاه قدس یا سلیمانی است که او هم بی قید و شرط در واقع زیر فرمان خامنه است. و دولت روحانی همانطور که گفته خودش گفته هیچ کار است و یک شیاد یا حقباز و با حقبازی در واقع و فریب مردم 7 سال است که بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده و حقوق چند 10 میلیونی دریافت میکنه از سفره مردم. منشه کلیه فسادها در این نظام آخوندهای مفتخوری از قبیل روحانی و خاتمی در واقع و خامنه ای و امثال هم هست. انتشار این روزها نامی در ایران انتشار یافت تحت نام 14 نفر. انتشار نامه 14 نفر اول و معمای استقبال خامنه ای برای استیفا از او، یعنی درخواست استیفا از او، و درخواستی که از اون کردن که داوطلبانه خودش کنار برود، یعنی معنی جز این ندارد که نظام بماند در حالی که ولایت فقیه ضد حقوق شهروندی در ایران بوده و هست و باید برای احقاق حقوق شهروندی و رسیدن به آزادی کلیت نظام برچیده شود. حالا قابل فهمه که خب تکمیل کردن در نامه های بعدی در تکمیل آن 14 نفر دوم، 14 پشتیبان زن در خارج از کشور و انتشار نامه سرگشاده وکلای دادگستری که رسما رژیم رو به رسمیت نشناختن و و و در واقع عرصه رو بر رژیم در شرایط مشخص تنگتر کردن. اما رژیم وحشیانه از ترس با دستگیری و بازداشت تعدادی از اینها و شکنجه و زندان و بریدن زندانهای طویل المدت برای آنها برای ترس در افکار عمومی، همه نشان از در هم ریختگی و اوضاع وخیم نظام دارد و از شرایط اسفبار و حقوق بشر در ایران حکایت میکند. در جای دیگر ورزشکاری را به زور و تهدید وادار میکنند که در مقابل حریف ورزشکار خود ببازد تا در برابر ورزشکار اسرائیلی بازی نکند و با این تهدید وادار میکنند که در واقع یعنی به افکار عمومی میخوان اینو بگیرن که ما رژیم اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم و مردم هم نباید یا از جمله ورزشکارا هم نباید با این رژیم حالا به درستی قاصب و
سرکوبگر و غیر دموکرات مخالف باشه. و با این توصیف و این استقلال مسخره که اسرائیل رو اینو به رسمیت نشناختن و نمیخوان بشناسن و فراموش کردن، اما که در بزنگاه‌های حساس زمانی که احتیاج داشته باشن، مثلا در جنگ ایران و عراق، از اسرائیل هم کمک خواهند گرفت، از اونها هم اسلحه خواهند خرید. یعنی یا چون اون موقع در افکار بین‌المللی اسلحه به ایران نمی‌فروختن، اسرائیل از آمریکایی‌ها می‌خرید، دو برابر سه برابر به ایرانی‌ها می‌فروخت. اما امروز حاضرند دست بزرگترین حامی اسرائیل یعنی آمریکا رو ببوسند تا اجازه دهد اروپایی‌ها چند میلیارد دلار جلو آخوندها پرتاب کنند و آنها چون موش‌های گرسنه و وحشی دلارها را بردارند و به سوراخ‌های موش خود بخزند. پرسیدنی است که اسرائیل مگر در سازمان ملل متحد کرسی ندارد؟ چرا آخوندها نمایندگی خود را از آنجا فرا نمی‌خوانند؟ به نظر من در شرایط حساس آینده دولت آمریکا و آقای ترامپ مسئله اسرائیل رو مطرح خواهد کرد. علاوه بر اون 12 بندی که در مقابل ایران قرار دادن، اگر بخواهند که به فرض محال، که من معتقد نیستم، تحریم ها رو در واقع بردارند، حتما یکی از خواسته های ترامپ شناسایی اسرائیل توسط دولت ایران و خامنه است، که اینا در این بزنگا مجبورن به خاطر بقای رژیم در واقع ننگینشون به این رسوایی هم تن بدن. در ایران بیشترین موانع حقوق بشر توسط نهادهای امنیتی، قضایی و پاسداران در واقع اجرا میشه و بازداشت وکلا، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، بازداشت فعالان محیط زیست و همچنین بازداشت اتباع خارجی به اتهامات واهی، بازداشت معترضین اقتصادی، بازداشت و محاکمه دخترانی که به حجاب اجباری و روسری های خود در ملای عام آن را برداشتند و امروز برابر شدند با مقابله با مثلا زندانی شدن طویل المدت و سرکوب و شکنجه کارگران و معلمان، که از آن جمله هم اینه که زندان‌های طویل المدت برای اینها بریدن، 18 سال، 14 سال و باید در این در مقابل این همه ظلم و تعدی به حقوق کارگران که هیچ چیزی نمیخواستن جز اینکه حقوقشون رو بگیرن و بتونن ادامه زندگی بدن، اونها رو با این شیوه بازداشت، با این شیوه شکنجه و با این شیوه زندانی کرد، یعنی زندانی براشون بریدن. هیچ گونه حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در واقع مردم ایران در جمهوری اسلامی وجود ندارد و همه اینها مورد تجاوز قرار گرفته.
و هیچ کدوم از اینا رو رژیم به رسمیت نشناخته، نمیشناسه و نخواهد شناخت. مقامات فاسد قضایی ایران مدعی هستند که به نام خدا در امور مردم دخالت میکنیم، چون مردم صغیرن، نمیفهمن و ما باید براشون تعیین تکلیف کنیم. این حرفیست که روحانیت، آخوندها و غیره در منبرهای آنچنانیشون این روزها، چه در گذشته و امروز، در واقع سخن پراکنی کردند و ادامه دید. به هر حال گفتنی زیاد است. این نظام پایدار نخواهد موند با این شرایطی که داره پیش میره و مجبوره که تن به خواست در واقع کشورهای امپریالیستی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و برنامه دیکته شده امپریالیستی تن بده. در غیر این صورت برش خواهند داشت. و اون شناختی که و عملکردی که ملاها در عرض این 40 سال از خود نشون دادن به این خفت خاری تن خواهند داد تا چند سباهی بتوانند به زندگی ننگین و جنایتکار خود ادامه بدن. تا فرصتی دیگر، بدرود، به امید دیدار.